به نام یاد خدا سلام بر شما. امروز دوشنبه 9 اسد سال 1402 هجری خورشیدی برابر است با 31 جولای 2023 میلادی. سرخط خبر: دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه، تعهد پرداخت 6 ماه تنخواه از سوی وزارت شهدا و معلولان، تکمیل کار بیش از 100 پروژه آبرسانی در یک سال پسین و چند خبر کوتاه از جهان را در مشروع خبرها با ما بیننده باشید. امروز دوشنبه در دوحه قطر دیدار کم سابقه میان مقام‌های از وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های حکومت طالبان برگزار می‌شود. این دیدار دو روزه توصیف شده، اما گزارش‌ها از آغاز آن زد و نقض است. در حالی که وزارت خارجه آمریکا از آغاز گفتگوها در روز شنبه خبر داده، برخی خبرگزاری‌ها گفتند که روز اول این دیدارها یک شنبه بوده است. مقام‌های دو طرف هنوز درباره آغاز این دیدارها اظهار نظری نکرده‌اند. برگزاری این دیدار همزمان با دومین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان پس از تصرف کابل، انتقادهای بسیاری را از سوی حامیان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در پی داشته است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است توماس ویس، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه دولت آمریکا برای امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، در این نشست شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که این دیدار به هیچ عنوان نشانه به رسمیت شناختن طالبان، عادی سازی رابطه با آن و یا مشروعیت بخش به آن نیست. وزارت شهدا و معلولان از پرداخت تنخواه معلولان، یتیمان و بیوه‌ها در سال جاری خبر می‌دهد. با گفته سخنگوی این وزارت، به هدف شفاف سازی روند توزیع تنخواه معلولان، دیتابیس‌های را در 18 ولایت به شمول مرکز فعال ساخت و بیش از 3000 تن را که واجد شرایط این روند نبودند از دیتابیس‌ها بیرون ساختند. در همین حال برخی از معلولان بر شفافیت و تسریع روند پرداخت تنخواهشان تاکید می‌کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات از بهره برداری بیش از 100 پروژه آبرسانی با کمک مالی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در 26 ولایت کشور خبر می‌دهد. سید احمد مستقیم، معاون امور بازسازی روستاهای وزارت احیا و انکشاف دهات، می‌گوید که قرار است صدها پروژه دیگر نیز در بخش آبرسانی در کشور عملی شود که عمل شدن این پروژه ها مشکل آب صحی میلیون ها شهروند کشور رفع خواهد شد. با چند خبر کوتاه از جهان، نیکی هیلی، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، خواستار کنارگیری مقامات سالخورده آمریکا شد. مسکو گفته است اگر ناتو دشمنی را کنار نگذارد، تسلیحات اتمی روسیه در بلاروس میماند. رهبران کشورهای غرب آفریقا پس از کودتای هفته گذشته در کشور نیجر تهدید کردند که علیه این کشور دست به اقدام نظامی خواهد زد. و انفجار در منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، هم مرز با افغانستان، دست کم 44 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشته است. برنده های عزیز، به پایان خبرها رسیدیم. خدا نگهدار.